سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو میخواییم با همدیگه بریم یکی از اولین نسخه های PS رو با همدیگه بازی کنیم، یه نوستالژی باحال داشته باشیم با همدیگه، گیم پلی رو ببینیم و چیزهای باحالش رو ببینیم که این ویژگی هایی که ما الان در دسترس داریم توی PS21 و 22 آیا تو اون موقع هم همچین چیزایی بوده یا نه. این نسخه پرو اِوولوشن ساکر 5 هستش، یا همون PS5 که خودتون میدونید که PS2005. راستشو بخواین نسخه سگا هم داشتش، من دانلودش کردم، متاسفانه اومدم بازش کردم، اصلا نمیتونستم بازی کنم، یعنی بعد نمیدونستم کجا بعد برم اونا بازی میکردم، من نگاه میکردم. برای همین گفتم که اولین نسخه های PS و یک نسخه این نسخه که خیلی طرفدار داره و میدونم که اکثرا بازی کردین، خیلی هم نسخه باحالیه، اما من بازیش نکردم متاسفانه. میخوایم بریم ما هم دیگه بازیش کنیم، ما یه خاطره بازی قشنگ بکنیم ازش، ببینیم که چی به چیه و کی به کیه. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو کنید و بریم سراغ ویدیو. خب آقا اومدیم داخل بازی و این بخش منوی بازی، همجوری که میبینید نمیدونم کدومتون بازی کردین، اما بخش مچ داره همجوری که از اسمش مشخصه، مستر لیگ، لیگ ترینگ و ادی تو آپشنز و نتورک. یعنی چی؟ یعنی میشد با بقیه آنلاین بازی کنیم. اون موقع یعنی سال 2005 میشد آنلاین بازی کرد، بعد هنوز شما نتونستین این سرورها رو درست کنین. حالا آقا بگذاریم بریم با هم دیگه مچ. اول من خیلی دوست دارم که گیم پلی رو ببینیم. چقدر اون موقع باحال بود که بخش پنالتی داشت، خاک تو سرتون کنن که بخش پنالتی رو حذف کردیم. موقع یکی از بهترین و لذت بخش ترین قسمت ها بودش، قسمت پنالتی. نمیدونم با من موافقین یا نه، ولی خیلی قسمت خوبی بود. همین بخش اولیه رو میذاریم ببینیم کی به کیه. خب یه یوزر، منوش چقدر قدیمیه. واسه ببینم ایرانو داره؟ آره، فقط هم چند تا تیم بیشتر نیست از آسیا، کلن 6 تا تیم از آسیا. از ما ایرانو بگیریم، ایرانش قویه. من میگم ایران قویه. از ما ایرانو بگیریم، واسه اونا میرم مثلا بارسلونا. اصلا تو قدرت بارسلونا رو با ایران مقایسه بکن، ببین چقدر منوی باحالی داره. ای خدا یادش بخیر، اون موقع ما چقدر بچه بودیم. اینا رو یکم نسخه بالاترش من بازی کردم، اما منوهاش دقیقاً همین بود. چه تیمیو بگیریم آقا؟ نچرال تیم برداریم. آرژانتین رو برداریم. آره ایران آرژانتین بشه. من آره میگم ایران آرژانتین بشه. لباس ایرانم چه جالب درسته، موقع فکر کنم با ایران لج نبودن، لباس ایران خیلی الان اوکیه. اما اگه شما یادتون باشه توی مثلا سالهای 2011-2012 اصلا لباس ایران واقعا چرت و پرت محضه. نمیتونم اون موقع لایسنس و این داستانا بود یا نه، اما آقا بریم تو دل بازی زیاد حرف نزنیم. ما لباس دومون رو میگیریم، اونا لباس یکشون رو بگیرن. این چیه؟ آه این میزان سختی بازیه، من همون میذارم نرمال باشه فکر کنم آقا من بلد نیستم این چیزاشون، اصلا یادم نیست. چی مچ تایپ نوشته گلدن گل؟ اصلا نمیدونم اینا چیه، خدا وکیلی ببخشید اگه من نمیدونم. آها این اکستر تایم بازیه، اکستر تایم بازی یعنی 90 دقیقه تموم میشه بره. واو فهمیدین چه بخشیه؟ یعنی 90 دقیقه بازی تموم میشه میره اکستر تایم. اینجا نوشته که مثلا سیلور گل باشه، یعنی اگه سیلور گل باشه احتمالا فکر کنم اینجوریه که هر کی دوتا گل بزنه توی نیمه اول و نیمه دوم وقت اضافه میبره، و گلدن گلش هم همون گل طلایی خودمونه، یعنی هر کی گل بزنه میبره، یعنی 90 دقیقه بگذره توی اکستر تایم هر کی گل بزنه میبره، و این خیلی ویژگی باحالی بود. آخ تو سرتون واقعا که این ویژگی ها رو برداشتی. به به ببینم کیا رو داری تو ایران، نگو که بازیکنای چرت و پرت داری، اینا بازیکنای ایران نیستن. چجوری میاد عقب؟ من منصرف شدم، میخوام بیام بیرون. آقا من رئال و بارسا رو گرفتم، دیدم خیلی اوضاع اسفناک و چرت و پرته. بریم تو بازی ببینیم که داستان چیه. بازی اومد بالا با این منوی خاطره انگیز و خوشگلش. اصلا دوست ندارم از اینجا رو بره، دوست دارم هم با هم دیگه نگاه بکنیم، ببینیم فیس بازیکن‌ها رو ببینیم، این منوها رو ببینیم. خدا وکیل این منوهاش چقدر قشنگ بود. وقتی یه بازی نوستالژی میشه برای یک فرد یا چند تا فرد، یعنی اون بازی واقعا ترکونده بود اون موقع. اخت
دارن دست میزنن، یعنی دو تا آجر دارن به هم دیگه میزنن. اصلا دستاشون روش جزئیات کار نشده بود، ولی جدای این کار اصلا گرافیک و اینا بازی اون موقع خیلی جذابیت داشت نسبت به بی فوتبال 22. داور بازیو داریم میبینیم، آقای مارتین فلان فلان. آقا بریم تو دل بازی، بازیو انجام بدیم. خب چقدر سریع بازی، با زبدر همون پاسا رو میدیم و احتمالاً با مثلث باید پاس تو عمق باشه و آها چقدر بازی سرعتش بالاه، خیلی سرعت داره بازی. بزنم یک و دو میکنه یا نه؟ آره همون یک و دو رو انجام میده. مثلا بگم چی چند مثلا حرکت و اسکیل اینا اون موقع بودش یا نه؟ با چی میره دنبال تو؟ با همون زبدر است. پدر سوخته چه پاسی دادش. آفساید زندان زیدان داداش، اشتباه گرفتی. چقدر سرعت بازی بالاست. ببینیم یه گل بزنیم ببینم این چیه، این کیه داره ای تو مار میگیره. بده من ببینم، بده من میدونی الان چی به سرم زد. الان شما وقتی این بازی رو بازی میکنی احساس میکنی از آینده اومدی. این بازی باحالیه، چجوری اینا دارن اینقدر خوب بازی میکنن؟ اینا رو حالت اصلا معمولی هن، چرا اینقدر دارن خوب بازی میکنن؟ گل خوردی. من اصلا نمیتونم با اینا بازی کنم. رونالدو رو چه خوشگل داره آورده بودن اون موقع، دیوید بکام قشنگ داره آورده بودن. خیلی دوربینش داغانه به نظر من، یکاش دوربین میشد درست کرد. اما شالا لب خط بگی جان مادرت اصلا این اصلا اینم دوربین میشه درست کرد، خیلی داغانه کامرا تایپ. آره بابا میشه، اوکیه حله عزیز دلی. خیلی دلم میخواد بدونم که اون موقع هم، اون موقع آقا داستان اینجوری بوده که شما با دایره نمیتونستی بک بدی، یعنی بیای عقب. و میبینی اون کنار تصویر رو میگه که شما اگه از اینجا، آره یعنی بدنی تو گل، گل حساب نیست. آره نمیفهمم، یعنی یا دروازه پره. ماشاءالله پنالتی، پنالتی خطا. آقا خطا از اونجایی که من اصلا بلد نیستم کاشته بزنم. چه کاشته ای زدم؟ آقا من میگم بیا بریم بخشای دیگرش هم تست کنیم ببینیم چیا داره دیگه. بخشای دیگرش که پنالتی اینا رو داشتش، خودتون در جریان کار هستین. اما شما بگین که کدوم نسخه واسه تون بهترین نسخه پیس بوده، اون چیزی که از این لحاظ، نه که سایت ها چی میگن، از اون لحاظی که شما دلتون مثلا تنگ میشه واسهش اگه بازی نکنید چند روز. مثل مثلا واسه من PS 2011 بود، خیلی دوست داشتم. آقا مستر لیگ داره، بیکام لجند نداره. تازه الان فهمیدم بیکام لجند نداره، لیگ داره، میتونی لیگ بزنی. کاپ هم که خوب داره، ترینگ هم داره، ادیت داره. آپشن چیه؟ مثل لیگش ببینم چجوری بوده اون موقع. اون موقع مگه یادتون باشه اصلا شما اینا رو PS2 بازی میکردیم دیگه. اون موقع یه دونه از این رما بودش اصلا گیر نمی اومد، هر کسی نداشت اون رما، اگه نداشت بشی سیب نمیشه و این خیلی رو مخ بود اون موقع که تو حتما اگه مثلا میخواستی GTA رو تو آخر بری باید همجوری سیستم روشن میموندش، اگه خاموش میکردی میرفت مرحله از اول میومد. چی میگه؟ سناشونه؟ اوکی برو بریم ببینم چیکار میتونستیم بکنیم. خب رفتم به بازی و از این اول هم اصلا بازی شروع میشد، اما داخل PS 2020 و اینجوری ها همچین خبرهایی نیست. یه چند روز تعطیلیه بعدش میاد سراغ بازی. این زرتی همین اول رفته سراغ بازی. لاکل روم چیه؟ لاکل روم اینا رو که من اصلا جونتون نمیفهمم چیه. مثلا اینجا که چی نداشت، اینجا هم که اینفورمیشن و این داستانا، بازیکن یعنی اگه بخوای بازیکن بفروشی چیزا رو داره. اینجا هم حالت بازیکناتون که ببینیم بازیکناتون اوف کردن، رو به صعود بوده مثلا کارشون و اینا یا که نه. اینجا هم که ادیت تیم پلیس یعنی شماره بازیکن ها و جنرال ستینگ هم که واسه تایم بازی و اینجور چیزا سیو. و اینم که اومدن توی این منو. بریم سراغ اولین بازی، حتما باید بازی کنیم خودمون. از این لحاظ بعد که ما خودمون حتما باید بازی کنیم. چقدرم سریع خاکتون سرتون کنن. ای کاش این بخشم حضب نمی کردین که عکس میگیرن، عکس تیمی میگیرن. گن زدین تو کالر کلن واقعی بودن بازی. ای کاش همین نسخه ها رو اصلا نمیخواست چیز جدیدی اضافه بکنین، همین نسخه ها رو فقط گرافیکش رو اضافه میکردین.
و میبینی اینجا داره داور رو نشون میده، توی PS20 اصلا داور نشون نمیده. یا من دارم اشتباه میگم؟ من چون اسکیپ میکنم همه رو. کدومتون آقا بگین این نسخه رو بازی کردین اصلا؟ کدومتون این نسخه رو بازی کردین؟ کدومتون حال کردین با این نسخه؟ جان این تکنیکه مگه هستش اینجا؟ چقدر بازی اون موقع باحال بود. یعنی تو یه بار اگه این نسخه رو الان دوباره بخوای بازی کنی خیلی بهت میچسبه بازی کردنه، فقط سرعت بازی خیلی زیاده. بذار ببینم چه حالت دیگه ای داشت که مثلا ما یه اینجا تعویضی هاشه چی میمید باحالی داشتون موقع. اتپیس بذار باشه خوب. بابا این وسطیه رو من میخوام درست کنم. بابا این باید میشد ها. بابا اون موقع میشد، من یادمه اون موقع هم نمیشدش با شوک راست بازیکنه رو سلکت کرد. کسافت خیلی حال میده آقا این بازی. حتما یک بارم سر بزنیم به نوستالژیا بازی کنین. اگه ندارین خوشیتون میاد به این لینکشو بذارم شما هم بازی کنین یه دست، چون سیستم خیلی ضعیفی میخوادش واسه کامپیوتر، احتمال خیلی زیاد واسه موبایل هم اومده باشه نسخه. آقا بریم یه بخش پنالتی، یه بخش بریم دیگه تمام کنیم ها. اولی پنالتی رو مهدی پیس میزنه. ببینیم کدوم سمتی بزنیم. من میزنم راستش سمت چپ. به به کاسیوس دروازه‌بان واسطه اشکال نداره. کاسیاس با تسو آقای راول گونزالس باشه تو قرار گرفته. میخوام بزنم این دفعه اونوریش. گول ماشاءالله گفتم گرفتش لعنتی، اما گل خوردی. اونوری اینوری بریم سیدان وسط بزنیم. وسط جواب اون وسطی که به من زدی آقا ینیستا اگه اشتباه نکنم پاشیز رو قرار گرفته. میگیریم دیگه. شما ماشین با یک کسی که از آینده اومده اینجوری رفتار نکنی. اینم بخور اینو بگیریم تمامه. آره اینو بگیریم تمامه. اینو بزنیم میزنم سمت راست پایین آقای دیوید بکام. تمام میبره این بازی رو. مگه میشه کسی از آینده اومده باشه نبره؟ اصلا یه چیزی داری میگی ها. و چقدر اون موقع چمن ها زایه بود. این چی بود؟ خیلی رو مخ بود اون موقع. این چمن ها اینجور انگار رنده کردن زمین ها. این چی آخه؟ بخواه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و کیف کرده باشین از دیدنش و یک خاطر بازی باحالی شده باشه و کیف کرده باشین. در کل اگه دوست دارین پارتای دیگه بذاریم از نسخه های دیگه که شما دوست دارین حتما توی کامنت ها بگین. اگه نسخه ای رو خیلی زیاد بگین اون نسخه رو میریم، اگرم نگین که کلا نمیریم. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. اینستاگرام هم فالو کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تو ویدیوهای بعدی.